جاب تایتلی که مد نظرتون بوده برای یک چنین چیزی. بعضیا یه مقوله رو میان یک کلکی رو استفاده میکنن در قبل از اینترویو، این هم کلکه هم جزوی از بخش اینترویوه، که میان و به افراد یه زنگی میزنن و با توجه به سوال هایی که میکنن، یعنی در اصل مصاحبه تلفنی کوتاه اولیه رو انجام میدن قبل از اینکه به چیز برسه، به چی بهش میگن، به مصاحبه اصلی برسه، یه اِوالویشن اولیه میکنن توی همین تلفن، حالا چه خود اون کسی که مسئوله چیزه، چه اون کسی که مسئول مصاحبه کردنه، میتونه کار اون باشه یا اینکه نه میتونه یه نفر دیگر در این وسط گذاشته باشن و اون نفری که وسط قرار گرفته بیاد و این کار رو انجام بده و یه سری کار سوالای مشخصی رو در اختیارش گذاشتن که تلفنی دستش بده. اصلا این واقعا این هم مرحله است که گفتم جلوی خیلی از واقعیت‌های فرد و قبلش شناسایی شده که اصلا این آدم مناسب هست و میتونه مناسب بیاد یا اصلا نه اصلا به درد این کار نمیخوره، شاید همونجا قضیه مصاحبه کردن باش منتفی بشه. یکی از کارهای دیگه که میکنن خیلی وقتا از قبل به افراد میگن بسته به اون شغل که قرار اتفاق بیفته، یادتون باشه گفتم فضا باید براش فراهم بشه همه چی، به افراد میگن که خودتون رو برای یه دمو حاضر بکنید، برای یه پرزنتیشن حاضر بکنید و بهشون میگن که تو این زمینه مشخص باید اون اسکیل خودشون و اون مهارت‌های خودشون رو بیان و نمایش بدن. پس بنابراین به افراد شما عملا داری میگی که بیا و خودت رو آماده کن برای یه دونه دمو یا برای اینکه نمایش اسکیل بدی از خودت و بگی کی هستی، چی هستی و چی کاره و چیزی که ما نیاز داریم و به ما پرزنت کنیم. توی اون سیستمی که گفتم زنگ میزنید یه جورایی نیمچه مشکلیه، شما مصاحبه ای نیست که اسکیجوال شده باشه، مصاحبه ای نیست که تنظیم شده باشه از قبل بگیم آقا من به زنگ بزنیم، بگیم ما قرار به تو زنگ بزنیم در ساعت فلان با صحبت کنیم. اون مصاحبه ای است که بهش میگن اصطلاحاً آن اسکیجوال اینترویو، یعنی که شما یه جورایی زنگ زدی چون برای موجگیری طرف دیگه خودش آماده ای نمیتونه کرده باشه، فقط زنگ داری میزنی و داری زنگ میزنی در چند تا سوالای خیلی کوتاه اولی میپرسی ببینی که اصلا طرف در این لیولی هست که تو دنبال حرف رو باش بزنی یا اینکه نه دنبال حرف رو اصلا دیگه نمیزنی و دنبال نمی کنی. بسته به مشاغلی که تو کار داریم استخدام میکنیم، تو این پروسس های کارهایی که داریم انجام میدیم، خیلی کریتیویتی های دیگری میتونه اتفاق بیفته و مصاحبه ها ممکنه بیشتر از یک بار دوبار اتفاق بیفته و یا آماده سازی هایی رو به افراد میدید که با اون آماده سازی بیان تو مصاحبه، نه اینکه فقط همجوری بیان تو مصاحبه. مثلا اونی که گفته میاد دمو میده، مدل دیگرش میتونه این باشه که اصلا زمانی که داره میاد برای مصاحبه شما یک مشقی رو به این آدم دادی و دقیقا میگی که این رو برای من آماده کن با خودت بیار تو مصاحبه. باز بسته به چی داره، اون مقوله شغلی که برای طرف در نظر گرفتیم و میخواهید که طرف چه شغلی رو انجام بده. دیگه چی داریم که به درد بخوره؟ در مورد زمانبندی به شما گفتم اصولا خیلی ها زمانبندی تایملاین برای کارشون تعریف نمی کنن. خوبه که شما اصلا به عنوان یه هایری منیجر برای خودتون یه استاندارد تعریف بکنید و بگید که آقا من هر مرحله از این کاری که میکنم، از لحظه ای که به شما اعلام نیاز شده تا مرحله استخدام، برای خودتون یه استانداردهای زمانبندی درست بکنید و به خودتون یاد بدین که و احترام بذارید به این و به سیستمتون هم بخواید که همون مقوله زمانبندی رو تا حد امکان انجام بدن و این رو هم میتونید منتقل کنید و افراد که افراد بدونن که شما رو، یعنی تو ذهنشون باشه که با شما باید آماده چه زمانبندی باشن. اگر هرچی شما اینفورمیشن ها اینطوری بدین خیلی کمک میکنه به اینکه تعداد آدم هایی که دارید اینترویو میکنید شاید اصلا خیلیشون اینا کم بشن و به اون شرایطی که شما مد نظرتون نخورن. خب چه کاری که شما وقت بذاری کسی رو مصاحبه کنه که طرف وقت نداره، الان بین 4 تا شغلی که جلوش میخواد یکشو انتخاب کنه، بعد نگاه میکنه که اونا رو بعد جوابشون این هفته بده ولی سیستم تصمیم گیری شما یه ماه دیگه است. خب برای چی شما وقت بذارید مصاحبه کنید؟
وقتی این آدم مناسب شما نیست وقت نداره به همین سادگی. این کسی نیست که شما مناسب شما ممکنه خیلی خوبی داشته باشه ولی با شرایط امروز شما که یه ماه دیگه طول میکشه جور در نمیاد و شما فقط وقت خودت و وقت اون رو میگیری. حالا وقت اون یه طرف مهمتره که وقت خودت رو داری میگیری که داری مصاحبه کسی رو میکنی که هیچ اهمیت نداره. پس تایملاینی تعریف بکنید برای پروسستون و بگید که آقا از اینجا شروع میکنیم به اینجا میرسیم و زمان بندیمون چیه و بقیه هم بدونن که به چه شکلی شما این مقوله رو دنبال خواهی کرد و جلو میبریم. توی مطالعه رزومه ها اونجایی که قبل از اینکه طرف رو ببینین مصاحبه کنید یه چیزی هست اصطلاحا بهش میگن cover letter. اون کسانی که cover letter رو خیلی وقتا قبل از مصاحبه با دیدن کاور لتر یه جورایی اکثر تصمیم اصلیشون درباره اون افراد یعنی نمره دهیشون که میخوان نمره بدن رو عملا همونجا میدن. کاور لتر رو جدی بگیرید و بخواین از کسانی که دارن با شما به شما میفرستن ازشون کاور لتر بخواین. کاور لتر یه خلاصه یه رزومه طرفه، اینجوری بگم بهترین جمله بندیه که یه خلاصه ای از خودش داره، رزومه خودش رو به شما خلاصه شده داره کوتاه میگه که آقا کیه، چیه، چیکاره است و چه جوریه. زمانی که دارید یه دونه مرور میکنید بر رزومه یه فرد قبل از مصاحبه که طرف تو مصاحبه داره از نمره قبل از مصاحبه دارید بهش میدین، بعد نیست که با خودکارهای رنگهای مختلف یا هایلایترا بیاین و جاهایی که براتون مسئله است رو دورش رو جدا کنید و جاهایی که براتون خوبه جدا کنید. یعنی دو تا مقوله رو روش چون این کمک میکنه به اون بخش سوالایی که میخواین تو اینترویو از طرف بپرسین و یه جورایی دارید اوالیویت میکنید که چقدر راست و درسته چند تقریبا توش تو همین دل این داستان در میاد، یه جاهایی که به نظرتون جور در نمیاد و میایین و رد فلگ میکنید، به عبارتی روش یه دونه علامت میزنید که میدونم یعنی چی که این به نظر مشکوک میاد، مدل صحبت جور در نمیاد با اون چیزی که من تو ذهنمه. و یه گروهی هم از هایلایت از خوبیای طرف جدا میکنید که اون جایی که خیلی درباره خودش خوب صحبت کرده، خب ببینید که اون خوبی ها همه تو اون مقوله ها براتون یه مطمئن میشید که همه اون خوبی ها همون خوبی های هست که داره میگه. پس بنابراین توی رزومه رو که دارید مطالعه میکنید دو مدل با دو مدل رنگ مختلف، حالا هایلایترهای مختلف باشه بهتر، دو دسته میکنید، هایلایت خوبی ها هایلایت بدی ها که در مصاحبه به اینا باهاش مرور کنید و مطمئن بشین که یا ممکنه مثلا اشتباهی تایپی باشه. یعنی شما بگم ها که مثلا فرض کن طرف نوشته که مثلا من دکترا دارم در تاریخ فلان گرفتم، بعد اومده پایین‌تر نوشته که مثلا فوق لیسانس شو مثلا ماه بعد سال بعد از اون تاریخ بوده. ببینید یا خالی بندی قضیه یا اینکه اگر واقعیه اشتباهش کجای قضیه است و اینا رو همونجا خیلیشو اینا تو مصاحبه، حالا این معنی مثال بزنید، خیلی وقت بیشتر از زمینه تخصصی بیشتر به چشم میاد این داستان. تو مصاحبه تو مقدمه اولیه همون چی که به شما گفتم داری فضای مرتب منظمی رو میسازی، دوستانه که بتونی حرف بزنی، تو همون جا هم کمپانی خودتو معرفی کردی و همین که به طرف گفتی چی؟ به طرف کلیر واضح اون جاب تایتل مد نظرتو برای طرف معرفی کردی و حالا تو سیستم سوال بندیات اومدی در اون زمینه که داری سوالا که میکنی که حالا توافق کردی با اون دیپارتمنت که دقیقاً چی میخوای بگی، چی میخوای سوال از طرف چه نیازی داری، شنونده خوبی میشی. وقتی شما سوالتو میکنید دیگه کردی، دیگه وظیفه این نداری که نه وظیفه‌شو داری و تازه وظیفت اینه که گوش بدی. شما اگر شنونده خوبی نباشی در مصاحبه مسلماً جواب آنچنان قوی هم نمیتونی براش به دست بیاری و بهش برسی به یه جواب، به خاطر اینکه اون جواب است که داره به شما میگه که من جوابی که داری میشنوی میتونی روش نمره بدی. درسته؟ هی جواب میشنوی و بر اساس اون جوابها داری نمره بدی. پس یکی از اصولی که رعایت میکنید در مصاحبه شنونده های خوبی باشین و زمانی که دارید میشنوید خیلی کلاس شده اون نکاتتون رو در جلوی سوالا بنویسین. بعضی وقتا مجبور میشین که ممکنه از قبل هم این ستاپ رو کرده باشین که بعضی سوالا پیچیدگی های خودش رو داشته باشه، یعنی بپیچونید. خیلی جاها ممکنه تو سوالتون عمدن سوالای رو یه طوری کرده باشین که
زیاد به زبان ساده نباشه و پیچونده باشین در از حرفی که دارید میزنید، که ببینید که با این پیچشی که شما دارید سوال میکنید، ببینید جوابی که دارید میگیرید از طرف چیه. اگر جوابتون جواب مرتبی که شما میخواهید نگرفتید، ازش رد نشید، نمره صفر بدید به قضیه. ممکنه روش سوال کردن شما یا استایلی که دارید سوال مطرح میکنی اون استایل برای طرف کلیر نبوده باشه، بنابراین سعی کنید مجدد تکرار بکنید و مطمئن بشید که طرف فهمیده، نه که بگه تو جواب غلطی دادی، فقط سوالتو به روش دیگری با طرف تکرار میکنه که ببینید که داری این طرف به تو چطوری به تو برمیگرده. اگر تو برگشتش مجدد داره همون حرفا رو اشتباه رو میزنه، اون موقع نمرتو بهش بده. اگر میبینی یه چیزی که داری سوال میکنی خیلی طرف داره اش رفت جاده خاکی و داره غلط به شما جواب میده، یعنی که یه جای کار داره تو سیستم شما میلنگه و شما یه جای کارت باید شاید سوالت رو درست مطرح نمیکنی، شاید اصلا سوال در همون ابتدا به هر دلیلی ممکنه از کار شما بلنگه و بهتره که صحبت بکنی که مطمئن بشی که داری جواب درست میگیری. معنیش این است که کانورسیشن دوستانه که از ابتدا اون ابتدا به ساکن شروع کردی، به طرف داری با حرفای قشنگ به طرف میزنی، اون فضای قشنگ که تونستی ایجاد بکنی از ابتدا با مقدمه چینی که کردی رو در طول زمان تبدیلش نمی کنی به یه دونه فضایی که طرف از تو همه اون فضاسازی قشنگ اولیت رو از دست بدی. به جای همچین چیزی میای و شروع میکنی به چیکار کردن، شروع میکنی به ادامه همون فضا و اگر یه جاهای سوالا پیچیده شد مجددا اون سوالا رو شروع میکنی به طرف مطرح کردن و بهش هم نمیگی که من دارم موجودو میگیرم. خیلی مجدد، خیلی دوستانه که من این سوال رو داشتم. تو فضای مصاحبه تو یه مجموعی از اینها رو داری نگاه میکنی که کارآمدی طرف رو داری میبینی، توانایی ها و اسکیل هایی که طرف داره میبینه رو داری میبینی. باید ببینی اصلا این آدم همراه و هماهنگی هست، اهل کار گروهی هست، این هست که این کار گروهی میتونه انجام بده و آدم منفرد و تنها بروی نیست، دنبال کننده قوانین و قواعدی که یعنی این چیزها رو داری برداشت میکنی از توی فاینال مصاحبه که چقدر این آدم متعهده به اینکه یه کاری رو استپرده میشه، چقدر این میتونه جواب بده، اون کاراکتر و شخصیت که اون طرف داره رو داری باش آشنا میشی. با اون حرفای اولیه‌ای که در مورد فرهنگ کاری محیط خودت با این آدم زدی بهش نگاه میکنی، بهش داری یه آیدیای میدی تو داری میای توی همچین شرکتی با این مشخصاتی کار کنی، آیا تو کاراکتر این فرهنگ رو داری، باش میتونی مچ بشی، باش کنار بیای. و این نباشه که اصلا بدون در نظر گرفتن اینها مصاحبت رو جمع نکنیم. نسیم زاده میگه در مورد تست های شخصیتی آماده که قبل از مصاحبه از افراد میگیرن چیه؟ به جاب تایتل ربط داره، یعنی اینکه همه این کار رو نمی کنن. من بسیار از کمپانی قول دنیا رو من باهاشون فرمای رزومه هاشون رو پر کردم، سیستم فرمای شغلشون رو پر کردم، دارم میبینم. این نیست که شما رو ببرم به این سمت، بانک های بزرگ دنیا رو نگاه کردم، این نیست که شما رو ببرم به این سمت که وارد این فرم ها و این تیپ ارزشیابی ها بشن. بسیاری مگر اینکه اون مقوله شغلی، اون تایتل های شغلی تویش این نیاز حس بشه در طول زمان که داره اتفاق میفته به این نیاز برسن، اون موقع به خاطر اون نیازی که بهش ایجاد شده میرن این کار رو انجام میدن. و خیلی وقتا وقتی که جزوی از اون نیازهای اون دیپارتمنتی که اعلام نیاز کرده شما میبینید که تاکید کرده رو کاراکتر شخص، پرسونالیتیش داره از این تاکید بیشتر میشه. پرسونالیتی و کاراکتر شخص خیلی مهمه، اما زمانی که داره از یه اندازه بیشتر بهش پرداخته شده، یعنی هی از نگاه‌های مختلف بهش پرداخته شده، اون موقع میبینه اینقدر پرسونالیتی این قضیه اهمیت پیدا میکنه، اون موقع شما میرید تو لول بعدی. دوباره برگردیم به اون مثال ماشینچی دستگاه چاپ، شما اینقدر پرسونالیتی اون آدم، شما قرار نیست باهاش زیاد کاری نداری آنچنان، مگر اینکه بازم حالا آنچنان اسمش رو بذاریم، بنابراین تو اون وارد این مقوله بشی زیاد کمکی بهت نمیکنه، مگر اینکه دوباره همونا هم آخر لول‌های مختلفی داره، در لول‌های مختلف نمره گذاری مختلف تیپ سوالایی که میکنن به شما یه ریزالتی میدن، یه نتایجی رو میدن که اون نتایج رو باید ببینید چقدر مصرفیه براتون، نه اینکه فقط هر چیزی که میگن خوب آدم استفاده کنه. چیزهای خوب خیلی زیاد شده، استانداردها زیاد شدن، فرم‌های ارزشیابی متنوعی وجود داره، اما
معنیش این نیستش که همه اینها قرار باشه در همه جایی هی بخواد در همه اینها استفاده بشه و به جریان بیفته. بر اساس نیاز اون تایتل شغلیه که شما میای و اینها رو استفاده میکنید. گفتیم تمام مسیرتون رو از اول تا آخر همیشه ارزشیابی میکنید. حتی اینترویو خودتون رو میاید ارزشیابی میکنید که تا چه اندازه‌ای شما کاش بکنم چقدر موضوع جدی بهش نگاه میکنید، چه ممکنه بعدا بیه اولویت کنید و بگید من تو این کارا رو در مصاحبه خودم باید اصلاح کنم. برای همینه که بسیار از تو مصاحبه هست که ضبط میکنن چه صداش تصویر به طرفم میگن که یعنی ما داریم برای مثلا برای سیستم آموزشی خودم داریم ضبط میکنیم. یکی از روش های ارزشیابی خودتون ضبط کردن مصاحبه هاتونه، چه صداش تصویر، که برید و ببینید که چی کار کردیم و چطوری سوالتون رو مطرح کردین، لحن پرسیدنتون چطوری بوده، آیا کانورسیشن ایجاد کردین یا یعنی اینکه فقط شما متکلم وحده شدی که خبرنگار بزرگ بوده، یا یعنی اینکه اون حرف زده شما دل حرفای اون یه سری هایلایت رو شنیدی ولی بهش بر نگردوندی که ازش سوال جدیدی نتونستی بپرسی، خودتو آماده نکردی برای همچین چیزی. اینا باعث میشه خودتو تغییر بدی و آماده کنی برای اینکه چطوری اون کارت رو انجام بدی. پس ضبط کردن یکی از روش های اولویت کردن اینترویو همون ضبط کردنشه به صورت فیلم و صدا و مطالعه رو اون و دیدن اونا و خواستن از آدم های متخصص که درباره این مقوله نظر بدن. خیلی وقتا توی مصاحبه یکی از مراحل مصاحبه میشه اصلا همین ضبط کردن اون و اینو میدن به یه دیپارتمنت های دیگری اظهار نظر میکنن، یعنی تو اون دیپارتمنت ها تو اون مصاحبه حضور ندارن و حالا به هر دلیلی وقت اینو ندارن که آقا اینا بیان جان که حضور اونها در جلسه مثلا فکر میکنن شاید خیلی چیزا رو تحت شعاع قرار بده و تصمیم گیرا رو که